ویدیو فارسی تقدیم می کند. به نام خدا. سلام. سلام بر همه شما بینندگان عزیز و گرامی برنامه خانواده. امیدوارم که همگی شما حالتون خوب باشه و آماده باشین تا قسمت دیگری از سری برنامه‌های گفتگوی خانواده رو با ما همراه باشین. از شما اجازه میخوام تا سلامی عرض بکنم خدمت کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر ناطق. سلام بر شما آقای دکتر. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت جناب علی و بینندگان عزیز سلام عرض میکنم. امیدوارم که بحث های ما رو پیگیری بکنم و ما رو با دیدگاه ها و راهنمایی خودشون جهت بدن و یاری برسونند. حتما همینطور آقای دکتر. خیلی متشکرم. آقای دکتر اگر که موافق باشید می‌خواستیم این جلسه رو بگذاریم بر روی پرسش های خانواده ها، چون فکر میکنم پرسش ها دیگه خیلی داستان عملی تر و عینی تر میشه و ما میتونیم بیشتر روی اونا صحبت بکنیم. پرسش اولی رو که مطرح کردم به دستمون رسیده، میگن که والدین این سوال رو مطرح کردن که اگه قرار باشد ما سختگیری نکنیم و آزادی بی حد و حصر به بهانه استقلال و نظایر آن به بچه ها بدهیم، سنگ روی سنگ بنا نمیشود. این اعتقادی که شاید خیلی از خانواده ها دارن. پس باید سختگیری کرد و آزادی را هم برای بچه ها شدیداً محدود کرد، وگرنه هر کاری که دلشان بخواهد انجام میدهند یا هر موسیقی گوش بدهند و نمونه هایی که حالا میخواستن بذارن ولی دیگه توضیح ندادن. شما نظرتون در مورد این نظریه چیه در حقیقت؟ خب به گمانم حالا یکمی هم این بیننده عزیزمون زیادی سخت گرفتن تو بیان این قضیه که سنگ رو سنگ بنا نمیشه و هر نواری بخوان گوش بکنند. من حرفشون رو رد نمی کنم که بچه ها سعی میکنن اونجور که دلشون میخواد رفتار بکنند، تا اینجا باشون هم عقیده، ولی اینکه بخوایم 100% با اون فشارهای آنچنانی هم اینا رو محدود کنیم یه مشکل دیگه پیدا میکنند. یعنی برمیگرده به همون بحثایی که تو جلسات گذشته کردیم، یعنی در واقع اینها یا رفتار سازی میکنن، یعنی ظاهرشون نشون میدن که رفتار مناسب دارند، و یا شروع میکنن به یک سری از پرخاش ها و مقاومت ها و برشا جواب مثبتی نمیده. در واقع من معتقد هستم که تجربه نشون داده نه رها کردن بی حد و حصر جواب میده نه سخت گیری بی حد و حصر. دو وجه شکست خورده رفتار اجتماعی و فردی هستند. یعنی خانواده‌هایی که تا میتونن سخت میگیرن، بعدم تا میتونن هزینه‌شو باید بدن. خانواده‌ای هم که تا میتونن رها میکنند، بعدش هم به اندازه‌ای که میتونن با تا میتونن هزینه‌شو بدن. درسته. چون در هر دو صورت اتفاقی که میفته خوشایند نخواهد بود. پس بهترین رو اینه ما حد وسط رو بگیریم. یعنی این که میفرمایند اگر سخت نگیریم سنگ رو سنگ بنا نمیشه، من گمانم این است که ایشون راجع به فرزندان و تیپ خانوادگی خودشون داره میگه. حالا هر کسی هست من که نمیدونم، ولی گمان میکنم این بیننده عزیز که این مطلب رو ارسال فرمودند، ایشون راجع به نوع فرزندان و خانوادگی خودشون دارن اینجور صحبت میکنند. ممکن است چنین خانوادگی کم نباشن، نیستند که به محض اینکه به فرزندانشون یه ذره لبخند میزنن ببینن که همه چی به هم ریخت. چرا؟ واقعا با یه مقداری آرامش، یه مقداری سهلگیری چرا با سیستم خونه به هم ریزه؟ چرا هر اتفاقی میخواد بیفته؟ این جایی سوال داره. به نظر شما اینطور نیست؟ میدونی در حقیقت همون قضیه اون افراط و تفریطه. افراط و تفریط در هر مسئله‌ای غلطه، حالا چه تو تربیت فرزندان چه دقیقاً. یعنی ایشون میگه اگر یک ذره ما به این فضا بدیم هر موسیقی که بخواد گوش میکنه. پس نشون میده هر موسیقی توی خونه هست، از کجا میره گوش میکنه؟ اگه بیرون گوش میکنه که پدر خبر نداره، اگه بخواد در راه تلویزیون جمهوری اسلامی ایران گوش کنه که هر موسیقی نمیذارند، پس ممکنه بره سراغ ماهواره ها. پس نشون میده توی خونه است دیگه، منظورم از خونه است الزاما سی دی که نیست. درسته. خود ماهواره ها هر کانالی رو دارن میتونن. درسته. بگیرن روی اینترنت میتونه بره. خیلی خوب، پس نشون میده که ابزار و لوازم تو خونه فراهم هست. باید به شدت این بچه رو کنترل کنه که این بچه سراغ اینا نره. این
یه وجه، یه وجه اینه که این پدر یا مادر بسیار سهلگیرند، اما این بچه‌ها انقدر رعایت نکردن که دیگه داد اینام در اومده، اون دیگه خیلی نوع تفریطی از این سمتشه. یعنی اجازه هر کاری به اینا دادند، حالا دیگه اینا اونقدر به قول خودمون عامیانه میگیم شورشو در آوردن، زیاده روی کردن بچه‌ها، که اینا میگن خب نمیشه، باید یه جلوشون واستیم. خب اگر نوع اول باشه که خیلی خیلی سخت گیرن، به شدت حتی نمیذاره اینا حرکت کنن، اول سوال ما اینه که ماهواره از کجا آمده که هر کانالی رو داره؟ شما میتوانید کانال‌های ماهواره‌ها رو بردارید رمز بدید، وقتی که رمز بدین 3 تا 4 تا کانالی که میشه همه استفاده کنن میمونه لااقل. پس اگر اینا هر موسیقی میخوان گوش کنن، پس به هر صورت تو خونه این امکانات فراهمه. درسته. یک، یا به هر صورت این نوجوان یا جوان روی دستگاهایی که داره مثل MP3 پلیر میره از اینجا اونجا هر چی پر میکنه. درسته. از کجا متوجه میشین چی پر کرده؟ پس معلومه شما سر در آوردین، حالا یا گوش میکنن خانواده یا یه جوری به دست مشخص شده براشون. یا CD هست، یا به هر صورت من میخوام اینو بگم که اگر میگه به اینا کمی رو بدیم، اصطلاح درست گفتم؟ همینجوری گفته بودم این موقعی، جسارت نکنیم به نوع نامه، نه سختگیری اگر نکنیم، اگه سختگیری نکنیم بذاریم هر کاری دلشون میخواد بکنن، بذاریم میشه حد تقریبا همین منظور دیگه، منظور عامیانه ما توی جامعه ما همینه. خب اگر بخواد اینجوری نگاه بکنیم به قضیه، بنابراین من اولین بحثم این است که احتمال اینکه ابزار این مسائل وجود داره در دسترس این بچه‌ها وجود داره، و از این ورم میگن گوش نکنید، درست مثل چی؟ مثل که غذا رو بیاری بذاری جلوی بچه یا آدم گرسنه بگی حالا این غذا نخور، باید یه ذره بخوری. خب اول باید غذا رو در اختیارش قرار نداد. حالا ممکنه به من الان بگن که نه آقا اصلا ما ندیم، در جامعه فراوونه، بچه میره توی مدرسه انواع CD رو به همدیگه مبادله میکنن، الان تو مدارس همینجوریه. خب اینجا من میگم درست. حالا نکته اصلی بحث من اینجاست که این چند جلسه روش تاکید کردیم، ما اگر دوست عزیزمون به بحث قضیه ما توجه هر دومون داشتن، ما گفتیم باید خودمون فرزندانمون رو جوری تنظیم کنیم، جوری باشون برخورد کنیم، جوری پرورش بدیم که خودشون اتوماتیک به تعبیری بدونن در مواقع بروز یه پدیده، در مواقعی که یه حادثه پیش میاد یا یه جریان پیش میاد چیکار کنن. مثلا اگر قرار است رفیقش یه CD بهش بده تو مدرسه، اول بگین CD چی هست. مثلا میگه که توپ جدیدترین CD فلان خواننده مثلا فلان جاست، من گوش نمیکنم، از همه حال میگم من اینو گوش نمیکنم. مثلا فرض کن اگر CD راجب، فرض کنید که یه مثل درسی داری بیار، یا فلان موسیقی ملایم خوب داری بیار، مثلا دارم میگم من اونا رو گوش نمیکنم. خودش یعنی سلف کنترل، خود کنترلیه. ما باید به جایی برسیم که افراد خودش رو تحت کنترل قرار بدن. تأکیدی که اتفاقا توی آیین اسلام هست، آدم باید خودش رو کنترل کنه. یعنی به فردی گفتن که شما سیب ها رو دادن به چند تا از حالا میگن طلبه ها بودن اینا، سیب ها رو داد معلمشون و اون استادشون، گفت برین جایی بخورین که هیچ کسی نباشه. روز بعد دید همه سیب ها رو خوردن، یه نفر سیب دستش بود اومد، گفت شما چیکار کردین؟ اونی که سیب خورد گفت رفتم زیر زمینش که نبود خوردم، اون پشت و اتا همه، گفت چرا نخوردیم؟ این جای خلوت گیر نوردی؟ گفت چرا، هر جا رفتم خدا با من بود. شما بودی، هیچ کسی نباشه، هیچ موجودی در واقع نه، هر جا میرفتم میدم خدا بود دیگه. یعنی دائما نظارت بر خیشه. یعنی آدم بایستی جوری ما والدین باید جوری فرزندانمون تربیت کنیم که لازم نباشه حد دقیقه دنبالشون باشیم. پسرم این سیدی رو نگی، دخترم اونو نگی، این لباس نپوش، این کار نکن. چرا؟ ما یه وقتی خاطرم بشه بحث الگوها صحبت کردیم، الگو باید جوری تنظیم شده باشه که این فرزند ما بر اساس الگو خودش طراحی کنه چیکار میکنه. فرزندی که الگو رو نمیشناسه یا هر دقیقه الگو عوض میشه و میاد خونه مینه والدینشون طبق الگویی که میگن عمل نمیکنه، شما بگید چیکار باید بکنه؟ پس ما خودمون باید اولا الگو بدیم، بعدم به این تندی راجع به بچه‌مون نباید صحبت کنیم. اگر سختگیری نکنیم، سنگ رو سنگ بند نمیشه و هر کار بخواند میکنند، ممکنه تو بعضی موارد واقعا وجود داشته باشه، بله، ولی اگه ما مناسب عمل کرده باشیم به اینجا نمیرسیم. آقای دکتر ببخشید، یه نکته رو من الان شما در مورد همین مسئله گوش دادن موسیقی و اینا توی خونه فرمودین به ذهن من رسید، بعد نیست در موردش هم صحبت بشه. الان خیلی نمونه هست تو خانواده‌های ایرانی،
خیلی رواج شده متاسفانه که ماهواره دارن و ماهواره نگاه میکنن و خیلی کانالایی میگیرن که اصلا حالا از نظر اخلاقی اسلامی بله. اصلا درست نیست. بعد جالبه که خانواده یعنی پدر مادر این حق رو به خودشون میدن که این برنامه رو نگاه بکنن، حالا در ساعتی که فکر میکنن بچه‌ها خوابن یا نمیبینن بیشتر بچه‌ها، ولی بچه‌ها نباید، یعنی میدونید یه به این نگاه نمیکنن که اصلا وجود این ماهواره غلطه، نه اینکه حالا بچه من نباید در فلان ساعت مثلا نگاه نکنه یا حتی موسیقیشو نگاه نکنه این برنامه رو. شما انگار که همه چیز گذاشتین، مثل میمونه که یه ظرف میوه خیلی خوب گذاشتین جلوی بچه، بعد بهش میگین که اینا رو دست نزن، تو اینا رو نباید بخوری. من باید بخورم خودم مثلا. ببینید من با این مثال خوبی که شما زدید به این در واقع میخوام موضوع فکر کنم که فراهم شدن شرایط برای انجام رفتار نامناسب یا برای به اصطلاح اقدام به یک عمل غیر اصولی یکی از اشتباهاتی که اتفاق میفته. حتی در مفاهیم مذهبی هم اینطوری میگن که زمینه گناه نباید فراهم بشه که تا فرد گناه کنه. والدین بایستی با بچه‌هاشون حرف بزنند که ما تا چه حد میتونیم پیش بریم. حد دو کی تعیین میکنه؟ حتی خواسته های شخصی انسان نمیتونه همش تعیین کنه. تو بعضی موارد خواسته نقش داره، تو بعضی موارد حتما نرم ها و ارزش ها نقش دارند. مثلا فرض کنید که موقعی غذا خوردن یکی میگه آقا من از این نوع غذا خوشم نمیاد، این خواسته فردیه. خب نمیشه گفت، چون ذائقه خودش نقش داره، نمیشه گفت اینو نخور یا بخور. اما یه دفعه مثلا رفتن رستوران غذا بخورن، مثلا بگه من میخوام رومیز الان زهر بگیرم، دلش میخواد دیگه. خب بابا هنجارهای اجتماعی اجازه نمیده شما این کار رو بکنید. یعنی اگر بخوایم ببینیم ما تبدیل بشیم به یه جامعه‌ای که افرادی که خودمون هر جور میخوایم زندگی کنیم، و چرا تو جامعه زندگی میکنیم؟ بریم هر جور دلمون خود، بریم تو کوهستان زندگی کنیم، داد بزنیم، هر جور میگردیم بگیریم، کسی با اون کار نداره. زندگی در جامعه به معنی شهر یا روستا در زندگی اجتماعی قواعد و مقررات داره. برای چی اینم تعلیم؟ برای چی اینم آموزش؟ چرا قواعد؟ چرا قوانین؟ چرا دستورالعمل‌ها؟ تاریخ برای چیز؟ فرهنگ برای چیز؟ همین رو به ما نشون میده که در یک زندگی اجتماعی ما باید نرم‌های رو بپذیریم. اگر نپذیریم حقوق دیگران ضایع میشه. شما حساب کنید وقتی که والدینی میان ماهواره رو میارن توی خونه، من شخصا با خود ماهواره مخالف نیستم، ولی با بی برنامگی در استفاده با ماهواره مخالفم. چرا؟ برای اینکه آثار زیانبارش بیشتر از سودشه. حالا اینکه شما فرمودید در بعضی خانواده ها این کنترل ریموت کنترل ماهواره دست بچه‌ها یا اعضای خانواده میچرخه، همینطوری میزنن چون تعداد کانال ها زیاده، هیچ جا رو درست نمیتونن ببینن، همینطوری میزنه میاد توی یه کانالی، یه 20 ثانیه 15 ثانیه میبینن کانال بعدی، 30 ثانیه میبینن کانال بعدی، 30 ثانیه میبینن کانال بعدی. همین که داره میگذره این بچه‌ها دارن نگاه میکنن، یکی از کانال به دل بچه‌ها خوش میاد ولی رد میشن، بعدم میاد اون کانال میگیره نگاه میکنه، ممکنه چه به نفعش نباشه. اینا باید قاعده من باشه، یعنی بیان بگن آقا جون ما درسته ماهواره گرفتیم، اما از ماهواره می‌خوایم استفاده سودمند بکنیم. خب ساعت می‌ذاریم براش. واقعا من خودم از ماهواره یه وقتی یه کانالی رو پیدا کرده بودم و الان مشخصش واقعا یادم نیست، جراحی‌های قلب و اینها رو نشون میداد. خب برای من همیشه مهم بود که ببینم قلبی که داره با این قدرت میزنه وقتی میخوان جراحیش کنن چه شکلی. اتاق عملی هم که ما نمیتونیم بریم چون رشتمون نیست. اینها از اتاق عمل یک جراحی قلب و یک کانال خارجی بود با تمام جزئیاتش، دانش اطلاعاتی که انسان به دست میاره چقدر زیباست. یا مثلا فرض بفرمایید که جراحی پلاستیک بینی میکنه، آدم فقط بینی جراحی شده رو میبینه، ولی یک بار تو یک کانالی نشون میداد که چگونه با این بینی چه به اصطلاح کارایی میکنن که جراحی میشه. یا در مورد بیماری ها صحبت میکنه، سرماخوردگی، یا زندگی انسان ها، روانشناسی، جامعه شناسی. ببینید برنامه خود ما آقای دکتر، برنامه خود ما، حالا به تعبیر کردین یه تبلیغ از همین برنامه خودمون بکنید. ببینید ماهواره به نظر بنده مثل دوباره چاقو میمونه. اگر درست استفاده بشه فوق العاده زیباست، اگر بد استفاده بشه ضررش بیشتر از فایدهش میشه. درسته، دقیقاً. و اینم تو کنترل خانواده است. کنترل هم دیکتاتوری زورکی نیست، تعریفیه. باید هدف بدیم به بچه‌هامون. بچه‌ها ما با این هدف ماهواره نگاه میکنیم، بعد همه تا به اون هدف میشه. دقیقاً. اجازه میدین آقای دکتر سوال بعدی رو بپرسم؟ پرسیدن که بچه‌ها به بزرگترها احترام نمیگذارن.
مثلا فکر میکنن که ما والدین باید هر کاری که برای آنها انجام بدهیم. خواسته هایشان را با تکبر میگویند و اگر گوش نکنیم قهر و تهدید میکنند. این نکته خیلی مهمی قهر کردن. شرایط مالی خانواده را هم در نظر نمیگیرند. باید چه رفتاری رو اعمال کنیم؟ مشابه این هم حالا تو نوعی دیگه قبلا مطرح شده، نشون میده که این مورد مهمی است که زیاد چیز میکنن. اینکه بچه‌ها رو در روی والدینشون میستن، ما یه بار بحث کردیم. وقتی بچه‌ها از شرایط خانواده بی اطلاع باشند، وقتی والدین با بچه‌ها گفتگو نکنند، وقتی بچه‌ها فقط به فکر آنچه که میخواند ناچار بیفتند، همین میشه. یعنی تأثیر هم نشین یا دوستان بر بچه ها، همسالان هست، عدم توجه و آموزش پرورش به شرایط سنی و سنی بچه ها و گفتگو با اینها، و اینکه رسانه ها در تنظیم امورات بچه ها یه خود کوتاهی میکنن. شما معمولا برنامه های کودک و نوجوانه ببینید، بیشتر توی نیازها و خواستهای بچه ها معمولا با استوارد بشن که بتونن بچه ها رو تنظیم کنن. وقتی به اینجا میرسه، از این طرف که خانواده باش صحبت نمیکنه، بچه ها خواسته هاشون نمیگن. وقتی هم میرن توی مدرسه میبینن بچه‌ها خواسته‌های دیگه‌ای دارن، ضمناً از طریق اینترنت و ماهواره‌ها هم با اون حساب غیر اصولیش وقتی استفاده کنن بسیار از تقاضاها رو میگیرند. اینجاست که به بن‌بست میرسند. این دکتر من خدمتتون عرض کنم، همیشه هر سخنی کودک ما به ما میگه، اینو تو ذهنمون باشه، کودک، نوجوان یا جوان ما، این حرف او بیانگر یه نیازه. اول اینو بدونیم، یه نیازی به وجود آمده و این بچه ما مبتنی بر این نیاز چیه؟ میخواد از ما یه تقاضایی داشته باشه. خب نیازها چگونه به وجود میان؟ نیازها معمولا بر اساس ارتباط به وجود میاد. ارتباطی نیست که بره دوستشو ببینه، هر نوع ارتباطی، ارتباط تلویزیونی، ارتباط نمیدونم حتی رادیویی، مجلاتو ببینن، مطبوعاتو بخونن، همین مجلاتی که عکسای هنرپیشه‌ها رو میزنن، فراوون هم هست، وقتی ورق میزنید انواع به اصطلاح عکس ها و خاطرات و مصاحبه با فلانی، خاطراتش نوشته، من چه سالی چه جوری رفتم به هنرپیشه، چه کار کردم، من نوازنده چه جوری شدم، فلان، تمام اینا رو میبینید. اینها در درون بچهای ما نیاز به وجود میارن. یعنی به خصوص بچهایی که تو خانواده با این ارتباطای تنگاتنگی وجود نداره، گفتگو نمیشه، مثل یک برگی است که روی دریا و امواج دریا افتاده، موج قوی این برگو به سمت خودش میبره. خانواده هایی که با بچه‌هاشون صحبت میکنن، بچه روی آب مثل برگ نیست، مثل کشتیه، همینجوری موج تکونش نمیده. چرا؟ برای اینکه پر محتواست. خب این به معنی که مجله رو ورم داره، همون اول یک هنرپیشه یا با لباسش یا با نوع آرایش یا موش یا ظواهرش این بچه رو جذب میکنه. اصولا جذب به خصوص نوجوان و جوان با ظاهر شروع میشه. تا نگاه میکنه احساس میکنه میتونه اینجوری بشه، میره شروع میکنه ورق زدن و خوندن. حالا کم کم داره الگو میگیره. الگو هم که تو خانواده بچه ها داده نشن، چون من از مدارس که بتونن الگو بدن تقریبا صرف نظر کردم، چون میدونم نمیرسن به این چیز، بیشتر رو خانواده دارم بحث میکنم. خب وقتی که خانواده الگو به فرزندش نمیده، پدر مادرم نمیتونه الگوی مناسبی باشه برای بچه ها. چرا؟ تا یه سن بچه ها به لحاظ شخصیتی، به لحاظ نیازهاشون پدر مادر رو الگو میدونن، بعد دیگه به جامعه که پاشواز میشه الگوهای فراوانی در اختیارش قرار میگیره. چگونه الگوها رو انتخاب کنه؟ این همه الگو براش اومده، اینا قاعده میخواد، قاعده هم بشه رای نمیشه، نه مدرسه رای میکنه نه خانواده. پس این شروع میکنه بر اساس درون خودش که این الگوها رو انتخاب کردن، مثلا شباهت های بین خودش و اون هنرپیشه میبینه، یا تو مدرسه میگن تو یکم شبیه فلان کسی، این آروم آروم جهت پیدا میکنه مثل او بشه، از فردا میخواد موهاشو مثل اون کنه، شکلشو مثل اون کنه. خب خانواده با این مخالفت میکنن، اولین، دومین، سومین، پشت سر هم خانواده به جای اینکه توجیه بشه مخالفت میکنه. وقتی مخالفت میکنه بعد مدتی دیگه به بنبست میرسه. به بنبست که میرسه، یه بار بحث کردیم توی بحث بنبستای انسداد اجتماعی، اون سوشال بریر و اینها، این دو راه پیدا میکنه، یا به اصطلاح اگریسیو میشه، فریاد میکنه، پرخاش میکنه، همینی که ایشون الان تو این سوال گفتن، یا پسیو میشه، انفعالی میشه، به درون خودش میره، شروع میکنه انزوا طلبی و کارهایی رو که ما خبر نداریم که همیشه هم نگران میشیم، این دلش کار میکنه، رفته تو اتاقش داره پشت میبنده، ما هم خبر نداریم. هی پدر مادر حساسن. چرا پدر مادرها به فرزندانشون زیاد حساس میشن؟ تجربه نشون داده، برای اینکه رو بچه‌هاشون کار نکردند و بچه‌ها یه دفعه کارهایی میکنن که برای پدر مادر قبلا پی رخ نداده بوده،
اصلا نمیرفت در پشت نمیبسته. بعدم کاری که میکنن میرن تونتو درو میزنن، مثلا مادر درو واکن کارت دارم، نگرانه کارت دارم. میگه مادر هیچی نیست، هیچی نیست، من میخوام 2 دقیقه بشینم تنها باشم. یه خود واقعا داره سنش تغییر میکنه، شرایطش تغییر میکنه، باید این لحظه ها رو خیلی حساس و دقیق دید. خب مادر این نکات رو مرتوجه قرار نمیده، چیکار میکنه؟ یه دقیقه صبر میکنه، مادر 2 دقیقه عزیزم، هی اصرار میکنه. بعد اونم مثلا فرض کن یه نامه ای رو داره میخونه، درست شد؟ هر اتفاقی داره اون تو میفته، من نمیگم مثبته یا منفیه، ولی اون الان رو میخواد تنها انجام بده و ما هم نگرانیم. به نظر من نگرانیمون بی دلیل هم نیست، باید هم نگران باشیم چه اتفاقی میفته، به خصوص خانواده‌هایی که با بچه‌هاشون هم ارتباط زیاد نداشتن، یه دفعه این پدیدم رخ میده براشون. خب در اینجا هی آخر دعوا میکنه، میگه چیه بچه اینجا، میگه چیه، چی میگین؟ میگه آخه میخوام ببینم حالت خوبه، سالمی؟ میگه آره من خوبم، سالم، مشکل ندارم. مادر نمیگه میخوام ببینم چی کار داری میکنی، میگه هیچی، میخواستم اینا. میگه نه مشکل نیست، خداحافظ. در اومد دوباره قفل میکنه، دوباره مادر میاد قدم میزنه، مونده چیکار کنم چیکار نکنم. دوباره معمولا بعضی از مادرها برای اینکه تکرار نکنن پدیده اولو میگن، در میزنه مادر جون برات میخواستم یه آب میوه آوردم، چایی آوردم، آب آوردم، بهانه میکنه وارد خونه اتاق بشه. میگه من که نگفتم چایی نمیخوام، نمیخوام، خیلی ممنون، دادی، مرسی، بده. دوباره در قفل میکنه، 4-5 بار تکرار کنه، مادر دیگه بهانه برای ورود نداره، همین غذا آب ما ورده هیچی نمونده. خب این نوجوان متوجه دیگه، دونه دونه اینا رو تحویل میده در اون بنده. حالا هنوز سوال اصلی مونده، ایدش چی کار میکرده تو اتاق، به چی مشغول بوده؟ قبل از این که من به این سوال جواب بدم که سوال همه ما اولینه که این چی کار داشته میکرده، فکر نمی کنیم چرا این کارو میکرده. دقت میکنید؟ همه دنبالی نستیم که این چی کار داشته میکرده، ولی به این فکر نمی کنیم که این چرا این کارو میکرده، چرا این آموزش رو، این رادیو تلویزیون، اینم بحثای روانشناسی برای ما خانواده ها میکنه. برای همینه که نقطه تحول فرزند شما از سن ایکس به سن ایگرگ یک سری تغییر رفتار داره. چرا من پدر فکر میکنم یا مادر فکر میکنه که فرزندش باید همیشه مثل 10 سالگیش باشه، مثل 8 سالگیش باشه؟ آقا تغییر میکنه، بچه ها صورتشون مو در میاره، این یه تغییره، چون مشهوده کارش نداریم، چون دائمی کارش نداریم، چون با جریان اجتماعی ارتباط نداره کارش نداریم، خیلی طبیعیه، درسته؟ ولی مسائل رفتاری، اجتماعی، اخلاقی، چون با مسائل اجتماعی ارتباط داره، ما رو حساس میکنه. اولین مسئله این است که یک، فرزندان ما در مراحل مختلف سنی تغییر رفتار پیدا میکنن، اینو هم میدونیم، یعنی باید بدونیم، واقعا بهش توجه کنیم. اگر امروز یه رفتار خاصی از بچه‌مون دیدیم، فکر نکنیم فاجعه ای رخ داده، فکر نکنیم اتفاق خاصی شده، فکر نکنیم بچه مثلا منحرف شده، بچه پیچیده شده کار، نه، یا واکنشی است در برابر برخوردهای ما، یا یه کنش جدیدی است که از جامعه به اینجا رسید، سنش شرایطش ایجاب میکنه. اینم در ذهن داشته باشیم که فرزندان ما همیشه واکنششون نسبت به ما یه جور نیست. یعنی چی؟ یعنی اگر تا دیروز میگفتم که مثلا بهش میگفتم مادر جون کفشاتو زود پات کن بریم، اونم فورا کفششو پاش میکرد میرفتیم. الان میگیم مادر جون کفشاتو پات کن بریم، سن این بچه من 4 سال تغییر کرده، 3 سال تغییر کرده، توی شرایط سال به سال حتی ماه به ماهش ممکن تغییر کنه از رفتاری. این دفعه میخواد کفششو پاش بکنه، میخواد پایین شلوارش هم جوری باشه که مثلا این طرف گیر نکنه، اون بند کفششو پاپیون میکنه، باید میخواد جوری کنه، تنظیم کنه. تا دیروز به اینا فکر نمیکرده، چرا الان به این فکر میکنه؟ سن، ویژگی سنیه. نگاه میکنه با دوستاش، میبینه کفشش پاپیونی جوری بند و بستن که چیز شده، اینم میخواد این کارو بکنه، چرا تا دیروز این کارو نمیکرد؟ برای اینکه اصلا این مقایسه ها به لحاظ سنی براش مهم نبود، الان مهم شده. اما ما به این توجه نمیکنیم، میگیم به خدا این تا همین چند پیش اینجوری نبودا، چرا اینطوری شد؟ درسته، دیدین برخورد کردین؟ دقیقاً. خب پس اولین مسئله اینجا این است که ما بیایم به این بپردازیم که تغییر و تحول به لحاظ سنی برای بچه ما طبیعیه، هر تحولی تو رفتار و واکنش بچه ما هم تاثیر میذاره، پس واکنش و رفتار هم تغییر میکنه.
بسیاری از شکایت‌ها یا گله‌ها یا سوال‌ها و برخورد‌های والدین که من خودم مشاهده کردم و دیدم برمیگرده به این که اینها گمانشون این است که فرزندشون باید ثابت باشه رفتارش، واکنشش باید همون باشه که همیشه بوده، در حالی که نمیشه. در این سوال خواستم که شما در واقع اشاره فرمودید، ما بایستی به این نتیجه برسیم که علت اینکه بچه‌ها جلوی ما وامیستند، یکیش برمیگرده این که ما شرایط اینا رو درک نمی‌کنیم و انقدر برخورد ثابت و یک نواخت رو با این انجام میدیم و چون شرایط درک نمیشه اینا به بنبست بعضی وقت میرسن. نکته دوم، گاهی اوقات این پرخاشگری اینا طبیعت سنیشونه، یعنی نه بیمارن، در نظر داشته باشین، درسته؟ درسته، نه بیمارن، نه مشکل دارن، نه اتفاقی افتاده، ویژگی سنشونه. به تناسب رفتار خانواده بعضیا خشونتشون بیشتره، بعضی کمتره. خب وقتی بچه میاد و میسه میگه من میخوام، میخوام، همه بچه‌ها بابا واسه بچه‌هاشون گرفتن، شما برای من نمیگیرید، اون وقت شروع میکنیم بهمون بر میخوره، برمیگرده میگه بابای اونا کیان، برو ببین چه جوری کار میکنن، شروع میکنیم حالا فصل جدید باز که هیچ ربطی نداره. یه نکته دیگه هم هست آقای دکتر، من فکر میکنم که خیلی این نمونه زیاده، ما فکر میکنیم که بچه‌های ما باید درست رفتاری که ما در کودکی کردیم همون کارو انجام بدن. یعنی اگر مثلا من نوعی خیلی دختر صبوری بودم، هرچی مادرم میگفته گوش میدادم، فکر میکنم دختر منم باید همین جوری باشه، ولی اینا واقعا یه نسل دیگه ای هستن. دقیقاً یه نکته خیلی خوبی رو اشاره کردید. یکی از دلایل اینکه بچه‌ها با ما رابطه برقرار نمی‌کنن، حتی جلوی ما میستن، یعنی در واقع از فرمایش شما اینو الان گرفتم، این هست که بچه‌ها فکر می‌کنن که بیشتر از ما میدونند. بله، این نکته‌ای که خیلی اتفاق می‌افته، شاید حتی گاهی اوقات به زبون میارن. بله. مثلا بچه‌های ما شاید مثلا از این نسلی که ما بودیم کامپیوتر بهش بیشتر میدونن. بله. و فکر می‌کنن که حالا همه چیزو بیشتر میدونن. اینو به رخ می‌کشن گاهی اوقات. ببینید، شاید بچه‌ها زبان تبیین صحیح موضوع رو شاید ندارن، اینجوری میگن. مقصود جواب بچه‌ها این است که به دلیل فاصله نسلی که بین پدر مادر و بچه‌ها اتفاق افتاده و با هم گفتگو هم زیاد ندارن که قبلا اشاره کردیم، پدر مادر اون تحولاتی که در مورد بچه‌ها هست رو دیگه نمیدونند. نیازهای بچه‌ها رو تشخیص نمیدن. بچه‌ها چون نیازهای خودشون تشخیص میدن، راه حلاش هم خودشون تا حدی میدونن، حالا غلط یا درستش هم باز بحث نمی‌کنم، گمان می‌کنن بیشتر متوجه شدن. یه نکته اینه. یه نکته همین است که ما والدین به طور طبیعی از فرزندانم نقب می‌افتیم در شرایط سنی اونها. همین اشاره خوبی که شما کردید. مثلا فرض کنید وقتی بنده خودم کودک مثلا 8 ساله بودم، بازیایی که ما داشتیم تو محل خیلی بازی ساده بود، از الک دولک گرفته بود و نمیدونم از این زو میکشیدیم و یه بازی خیلی درسته. مکانیکی خیلی اجتماعی بود، خیلی ساده. یه دونه مثلا به طور مثال یه دونه عروسک میداشتیم در تمام کل کودکیمون. الان نمیتونیم مثلا اینجوری مقایسه کنیم. الان مثلا بچه من وقتی که مثلا 18 سالش بود حداقل 20-25 نوع بازی کامپیوتری میتونست. پس واقعا بیشتر از من میدونه به لحاظ سنی. الانش هم همون بازی رو من نمیدونم، پس بیشتر میدونه، درست؟ ما والدین میایم چیکار میکنیم؟ میایم هی از دوره سن خودمون برای سند میاریم. درسته. میگیم عزیزم من الان برای تو این غذایی به این خوبی رو مثلا آوردیم داری میخوری؟ ما وقتی که بچه بودیم همتین تو بودیم ما کله جوش میخوردیم مثلا. درسته. اشکنه میخوردیم، اصلا اسمشو نشنیده اینا چیه؟ خب شما الان خدا رو شکر کنید کله جوش اون وقت غذای خوبی بوده، خدا رو باید همون وقتم شکر می‌کردیم. ما دیگه نمیدونم غذاهای آبگوشت دیزی اون وقتم خیلی خوب بوده، ما هی اونا رو به رخ بچه‌های امروز می‌کشیم. اینا دارن پیش میرن، ما همراه اینا نمیریم. یکی از آفتهای همراه نشدن با بچه‌ها میدونید چیه؟ بچه‌ها رو با زودتر از دست میدیم. نه الزاما به لحاظ فیزیکی ها، البته اتفاقا میفته، وقتی میبینه درکش نمی‌کنن میذاره میره به سن هوشیاری خودآگاهی رسید، نسید یه ذره پول در بیاره میره، ولی عمدتا از نظر روانی عاطفی از دست میدیم. میگه بابا من دارم از چی صحبت میکنم؟ بابا من میشه کله جوش صحبت میکنه، از نمیدونم اشکنه صحبت میکنه، مثلا غذای خوبی که به مهمان میداده تخم مرغ بوده خاگینه بوده صحبت میکنه. درسته. خب حالا بعض غذا از بازی ها مثلا داره از تورنا بازی اون وقت صحبت میکنه. درسته. خب شما وقتی اینا رو ما با بچه ها هی میگیم ما عقب میافتیم. پس لازمش چیست؟ لازمش نیست که با بچه ها گفتگو کنیم، نزدیک بشیم، شرایط ذهنشون درک کنیم، واکنش هایی که نشون میدن نگران نشیم ولی روش فکر بکنیم. حادثه جدی هم شد
ناگهان واکنش های تند بهشون نشون ندیم تا آروم آروم به نتیجه برسیم که این خشونتی بچه ها رو کاهش بدیم. حالا شاید تو فرصت های دیگه شاید بتونیم بیشتر بحث کنیم. خیلی متشکرم آقای دکتر. متاسفانه وقت برنامه‌مون تموم شد. سوالات مقدار هنوز سوالات بود که فعلا بی جواب میندازیم، برای جلسات بعد حتما صحبت میکنیم. خیلی ممنون از لطفتون بینندگان عزیز. از شما هم بسیار سپاسگزارم که با ما همراه بودین، با ما در تماس باشید. امیدوارم که برنامه رو استفاده کرده باشید ازش. خدا یار و نگهدارتون. خداحافظ.